سرخط مهمترین خبرها. تأکید ملا محمد یعقوب مجاهد بر اطاعت آگاهانه از رهبران و مسئولان. سرپرست وزارت دفاع میگوید نباید کورکورانه از کسی اطاعت شود. برگزاری مراسم عروسی دست جمعی 30 زوج در کابل. شهروندان بر ترویج بیشتر فرهنگ عروسی دست جمعی در کشور تأکید کردند. برگزاری محافل باید الگو باشد برای همه خانواده ها و مخصوصا مثلا جوانان عزیز. و صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد جنگ اوکراین. این قطعنامه خواستار پایان جنگ و خروج سربازان روسی از اوکراین شده است. ما نشان دادیم در کنار اوکراین ایستاده ایم. رأی روشن بود. 141 کشور به ارتقا و حمایت از منشور سازمان ملل رأی دادند. تنها 7 کشور به آن رأی منفی دادند. سلام بیننده های عزیز، وقت شما بخیر. به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن خوش آمدید. در ابتدا میلاد با سعادت سیومین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت امام حسین علیه السلام و همچنان میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را برای همه مسلمانان جهان به خصوص مردم متدین افغانستان تبریک و تهنیت عرض می نماییم. و حال مشروع خبرها. سوم شعبان مزین است با میلاد فرخنده نواده گرامی رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امام حسین علیه السلام. سومین پیشوای مسلمانان جهان و فرزند امیر مؤمنان علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها. شخصیت بزرگ و معصومی که در فرمان برداری و بندگی از خداوند و نافرمانی در برابر ظلم استبداد اسوه و الگوی جهانیان است. امام حسین علیه السلام در عدالت خواهی و ایثارگری مکتب را بنا نهاد که تا قیام قیامت الگوی تمامی آزادخواهان جهان خواهد بود. سوم شعبان مصادف است با سالروز میلاد سومین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت امام حسین علیه السلام، امامی که در پاکدامنی و بندگی خداوند متعال سرآمد دوران بود. او که افتخار پرورش در دامن پاک رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان علی علیه السلام را دارد، اسوه پاک دامنی و تقوا است. شخصیتی که در مناجات و بندگی با خالق یکتا فرازهای ماندگار از دعا و نیایش را برمغان گذاشته است. عالمان دین تأکید می کنند حضرت امام حسین علیه السلام در تمامی ابعاد ادامه دهنده خط و مشی پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بودند. رسول مکرم اسلام فرمودند من از میان شما می روم و دو ثقل عظیم در بین شما می گذارم، یکی قرآن و یکی عترت رسول مکرم اسلام. و حضرت امام حسین علیه السلام در سیره سیاسیشان عمل به قرآن و سنت می نمودند و می توانیم بگوییم باز از سیره سیاسی ایشان مبارزه با فساد و اصلاحگری در جامعه بود. سجایای اخلاقی حسین ابن علی علیه السلام تنها در عبادت و عبودیت خداوند خلاصه نمی گردد. سومین پیشوای مسلمانان جهان که تربیت یافته بیت نبوت و امامت است، در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی شاخص حق باطل قرار گرفته است. بدون شک هر جایی که سخن از ایثار و فداکاری است، نام حسین ابن علی علیه السلام می درخشد و انقلاب های زیادی برای براندازی ظلم و استبداد از مکتب عاشورای حسینی الگو گرفتند. ما میتونیم از زندگی امام حسین درس‌های مختلف در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی بگیریم. فداکاری ایشان برای حفظ و نگهداری اسلام در روز عاشورا و اینکه جام شهادت نوشید و اینکه اهل بیت خود را
بالاخره به اسارت دادن به خاطر حفظ اسلام بودن و این خودش برای جامعه بشریت، برای انسانها، برای تمام انسانها یک درس است. شخصیت امام حسین علیه السلام در نزد پیامبر از جایگاه خاصی برخوردار است که پیامبر در آن رابطه احادیث و روایت های زیادی ذکر کرده است و بعضی پیشبینی های اطاعت پیامبر درباره قیام امام حسین و درباره حرکت امام حسین کرده است. این امام بزرگوار در سوم شعبان سال چهارم هجری به دنیا آمد. مشهور است رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این خبر به خانه علی و فاطمه رفتند و آذان و اقامه را شخصا در گوش کودک تازه به دنیا آمده تلاوت فرمودند. همزمان با سوم شعبان میلاد امام حسین علیه السلام، مراسم عروسی دست جمعی 30 زوج جوان در کابل برگزار شد. برگزار کنندگان هدف از راه اندازی این مراسم عروسی دست جمعی را ترویج فرهنگ عروسی آسان و جلوگیری از رسم و رواج‌های ناپسند عنوان کرده‌اند. شرکت کنندگان هم می‌گویند که بسیاری از جوانان به دلیل مشکلات اقتصادی و رواج‌های نادرست قادر به تشکیل خانواده نیستند. گزارشی از داود ناظری. مراسم های عروسی دست جمعی که آهسته آهسته جایگزین مراسم های پرهزینه گردیده. اینجا هم مراسم عروسی 30 زوج جوان در غرب کابل برگزار شده و مسئولین میگویند هدفشان مبارزه با خرافات و انعنات ناپسند در مورد ازدواج هست که بیشتر جوانان مقدور به تشکیل خانواده نیستند. اینجا قشنگترین آغاز زندگی مشترک 30 زوج جوان در پناه قرآن و همزمان با میلاد سید جوانان اهل بهشت، روزی که بهترین خاطره زندگی عروسان و دامادان شده است. خوشحال هستیم، تشکر از بنیاد مزال کوثر که به خاطر برگزار کننده مراسم دیگه. خوشحال هستیم که مراسم برگزار شد. خوب است، بسیار خوشحال هستم که در این برنامه دینی عروسی دست جمعی شرکت کردم و تشکریمونم از این نهاد. این نهمین دور مراسم عروسی دست جمعی است که توسط بنیاد خیریه الکوثر در کابل و بامیان برگزار شده. مراسم هایی که خیرین و سرمایه‌داران در پرداخت هزینه های آن کمک و همکاری کردند. عروسی خوب و سبک اسلامی و عروسی کم مصرف و آسان برقرار کند. تا چرا؟ علت چه؟ به خاطر که بتوانه عده جوانان فقیر و بی‌بضاعت هم بتوانه عروسی خود را برگزار کند. بعضی آدم ها هستند که در یک روز همین مقدار مصرف می کند. مو مصرفی یک زوج را برای 30 زوج امروز در نظر گرفتیم. بیایم ما شما فرهنگ قرآن و احکام اسلامی را در جامعه خود توزیع بدهیم و بیایید در این برنامه ما را کمک و همکاری کنید. آگاهان میگویند که برگزاری مراسم های عروسی دست جمعی که مطابق دستورات اسلامی میباشد از فروپاشی اقتصادی خانواده ها نیز جلوگیری میکند. برگزاری محافل باید الگو باشد برای همه خانواده ها و مخصوصا مثلا جوانان عزیز. از لحاظ اقتصادی مفاد بی‌نهایت زیادی کسب میکنه. پولی را که اینا برای مثلا مصاریفی بی جا مصرف میکنن میتونن برای خود یک چیزی خوبتری بهتری بخرن. برنامه برنامه مذهبیه، نه فاجعه، نه رقص، نه به جای حرکات به جای، نه آرایشگاه مزخرفات. برای همه مردم خوب بشرد، مردم بفهم بیدانه. مراسم های عروسی با مصارف گزاف و رواج های ناپسند چالش و مانعی بزرگ بر سر راه جوانان برای تشکیل خانواده گفته شده است. نهادهای برگزار کننده مراسم های عروسی دست جمعی از خیرین و سرمایه‌داران می‌خواهند که با آنان در ترویج بیشتر این فرهنگ در جامعه همکاری کنند.
از سوم شعبان میلاد سومین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت امام حسین علیه السلام و نیز اعیاد شعبانیه در کابل گرامی داشت شد. سخنرانان در این مراسم در مورد شخصیت امام حسین علیه السلام که ادامه دهنده راه پیامبر بزرگ اسلام می باشد صحبت کردند. در این مراسم پیرامون سجایای حضرت ابوالفضل العباس و امام سجاد نیز پرداخته شد. در باغ نبی آمد از غنچه خندان سجاد و ابوالفضل و حسینان شیخ و بار سجاد و گرامی داشت از اعیاد شعبانیه اینجا از سوی حزب حراست اسلامی افغانستان. محور سخن بیشتر در مورد فضایل و شخصیت امام حسین علیه السلام سید جوانان اهل بهشت است. سخنرانان در این نشست گفتند امام حسین علیه السلام ادامه دهنده راه پیامبر بزرگ اسلام است و نجات دهنده دین مبین اسلام از خطر انحراف توسط حاکم وقت. سوم شعبان مصادف است با میلاد سومین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت امام حسین علیه السلام که پیامبر بزرگ اسلام در وصفش گفت حسین از من است و من از حسین. آخرین سفیر پروردگار در راه خدا از هیچ گونه فداکاری دریغ نکرد تا اسلام را تأسیس کرد. امام حسین هم برای نجات اسلام که به یک خطر انحراف جدی آن هم از طرف حاکمیت روبرو شده بود، امام حسین فداکاری و جانساری کرد و اسلام را از خطر نجات داد. در اینجا بر تقویت و قوت و ادامه راه امام حسین علیه السلام تاکید شد، راهی که از دید عالمان دین نجات بخش دنیا و آخرت است. در بخش دیگر این برنامه از آثار علمی چاپ شده استاد محقق دایمیردادی هم رونمایی شد. حدود 25 اثر در بخش‌های مختلف از انسان شناسی گرفته تا فقه، تفسیر و طبیعت شناسی. استاد محقق دایمیردادی میگوید به توصیه حضرت آیت الله العظما ماسنی رحمت الله علیه از سال 1382 به این طرف به نویسندگی روی آورده است. 25 عنوان کتاب علمی که نام به صورت کتاب در زمینه های اخلاق، عرفان، فلسفه، منطق و اصول فقه، قواعد فقه و خیلی هم آثارهایی در موضوعات مختلف و علوم طبیعی، انسان شناسی و غیره و غیره به اصطلاح نوشته کردم. نگارش متون علمی با نثر و نگارش نوشتاری بسیار دشوار است، تا چه برسد که شما مطالب علمی را به شعر و نظم بیان کنید. این ویژگی ها در آثار ایشان هویداست. با این حال در این نشست گفته شد علما نقش مؤثر در رشد و بالندگی جامعه دارد. همزمان با 13 سالگرد ارتحال ملکوتی حجت الاسلام، شیخ عبدالله محسنی فرزند حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه، آگاهان و متنفذین از کارکردها و فعالیت مؤثر ایشان در عرصه های مختلف تقدیر و تمجید می کنند. مرحوم شیخ عبدالله محسنی یکی از فریختگان جامعه افغانستان بودند که عمر را در خدمت به خلق الله سپری نموده و همچنان در عرصه فعالیت‌های فرهنگی، جهادی و سیاسی کارنامه درخشانی را از خود بر جا گذاشتند. همکارم عبدالرحیم محمدی گزارش را از قندهار در این مورد تهیه کرده است. 13 سالگرد ارتحال ملکوتی حجت الاسلام شیخ عبدالله محسنی رحمت الله علیه، شخصیتی که در دوران حیات خود کارکردها و فعالیت‌های زیادی را برای جامعه انجام دادند، از فعالیت‌های فرهنگی و جهادی گرفته تا فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، ایشان نه تنها در حوزه فرهنگی بلکه در عرصه سیاست و جهاد نیز کارنامه درخشانی را دارند. شیخ عبدالله محسنی سالهای اخیر عمرشان را در کنار مردم و به خصوص شهروندان قندهاری گذراندند. ایشان با توصیه حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه به قندهار رفته و در آنجا فعالیت‌های فرهنگی و دینشان را توسعه دادند. حاجی شیخ عبدالله خدا رحمت کنه، روزی که این معاون والی در کابل بود و قندهار که آمد،
شکر الحمدلله قندهار از یک طرف به دیگر طرف آورد. بسیار فعالیت های الان بزرگی کرد. یادتا ما شاهدم که والی صاحب قندهار می آمد پیش خودیزی به می خانه پشت امام بارگاه که می آمد امینجی خودیزی سلام و مشوره می کرد. مرحوم شیخ عبدالله محسنی رحمت الله علیه در دوران حضور خود در قندهار فعالیت‌های بسیاری را انجام دادند که تا به حال باشندگان قندهار از آن به نیکی یاد می‌کنند. ایشان با نظارت حضرت آیت الله العظمی محسنی رحمت الله علیه کارکردهای زیلا در ولایت قندهار انجام داده است. 1. ایجاد شورای اخوت اسلامی. 2. تأسیس شورای سراسری اهل تشیع ولایت قندهار. 3. بازسازی و ترمیم برخی از مساجد. 4. ایجاد مراکز فرهنگی و اجتماعی. 5. ایجاد کمیسیون حل منازعات. 6. ایجاد کمیسیون شهدا و معلولین. 7. روابط بسیار نزدیک با مسئولان حکومتی برای رفع مشکلات مردم و تشویق جوانان برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی. مرحوم شیخ عبدالله محسنی شخصیت برجسته داشتند که یکی از این شخصایش میشه که درایت و موزگیری مطلل ایشان را مدنست بوده. ایشان سخنرانی هایشان هرگز نفذ یکدیگر نبودن، ضد و نقیض صحبت نمی کردن و موزگیری هایشان برگرفته از درایت و فراست و اعتدال شخصیت ایشان بود. ایشان روابط بسیار عمیقی با جوانان داشتن، جوانان را بسیار دوست داشتن. دیگه یک شخصیتی بود در باره سوال نکن که من قابل گفتن این زبان لخنی ما گفتن این چیزا نداره که من در باره شخصیت شیخ عبدالله بگم. حجت الاسلام شیخ عبدالله محسنی رحمت الله علیه پس از عمر تلاش و فعالیت خستگی ناپذیر برای مردم سرانجام در سال 1389 دار فانی را وداع گفتند. ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی به تازگی گفته که نباید کورکورونا از کسی اطاعت صورت بگیرد. ملا یعقوب در نوارهای تصویری که در میان افسران تازه فارغ شده سخن میزند میگوید که باید آگاهانه از رهبران و مسئولان اطاعت صورت بگیرد و در ادامه سخنانش گفته که از سرحدات باید محافظت شود تا کسی به چشم بد به کشور نگاه نکنند. الله تعالی موږ ته چې عقلونه راکړي دي، فکرونه یې راکړي دي، مکلف کړي یو د هیچا په پټو سترګو اطاعت ونه کړو. زما اطاعت باید په پټو سترګو ونه شي، باید وکتل شي چې دا څوک دی، څه یې کړي وه، او اوس کوم فکر او کومه اراده لري. یک هیئت بر ریاست دادستان کل برای گفتگو با مقامهای ایران در خصوص زندانیان افغانستان به تهران سفر کرد. انعام الله سمنگانی سرپرست مرکز اطلاعات و رسانه ها در تویتی گفته که هیئت از دادستانی کل امروز جمعه به تهران رفته است. ریاست این هیئت را مولوی شمس الدین پهلوان دادستان کل بر عهده دارد. طی این سفر قرار است وضعیت زندانیان افغان در ایران، بررسی و روند انتقال آنان به افغانستان پس از مذاکره با مقامهای ایرانی آغاز شود. وزارت صنعت و تجارت در راستای گسترش روابط اقتصادی با چین می‌خواهد کریدور واخان را به این کشور وصل کند. مسئولان این وزارت می‌گویند تلاش دارند افغانستان را به چهار راه ترانزیتی مبدل کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته میزان تجارت سالانه با کشور چین به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است. آگاهان می‌گویند افغانستان تنها با افزایش صادرات می‌تواند به رشد اقتصادی برسد. چین دومین قدرت اقتصادی جهان و یکی از شریک‌های تجاری افغانستان. حجم معاملات با این کشور در حال افزایش است و این کشور در حال تبدیل شدن به دومین شریک تجاری کابل. اینجا هم مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفتند میزان تجارت سالانه افغانستان با چین به بیش از 1 میلیارد دلار می رسد. از تجارت در زمینه معادن گرفته تا سنگ‌های نیمه قیمتی، میوه خشک و گیاه‌های طبی.
سهم صادرات افغانستان در این میان تنها 40 میلیون دلار است. با آن هم بازرگانان سرمایه گذاری و تجارت دو جانبه با این کشور را نیاز مبرم می دانند. تقریبا 1 میلیارد و یا 2 میلیون دلار سالانه در حدودش تجارت داریم با چین و صادرات ما چیزی کم 40 میلیون دلار هستند. و مشکلات اینمی اساسی است که یک کمی انتقالات پول با مشکلات مواجه میشه. وقتی که تولید باشه، وقتی که صادرات باشه، تجارت زیاد شد و مو اندازه اقتصاد رشد میکنه و سطح زندگی مردم خوب میشه. چین یکی از کشورهای بزرگ جهان است از لحاظ اقتصادی، چون همسایه ما هستند. ما به همکاری شان نیاز داریم و همچنان با تجارت دو جانبه نیاز موجود است. این طرف هم وزارت صنعت و تجارت میگوید قرار است افغانستان به 4 راه ترانزیتی چین مبدل شود و برای گسترش مناسبات اقتصادی هم کریدور واخان به چین وصل خواهد شد. برنامه‌ای که در راستای ابتکار یک کمربند و یک جاده است و چین میخواهد آن را جهت دستیابی به سایر کشورها عملی سازد. ما تصمیم به این داریم تا خواست خداوند جلال شانه باشد راه واخانه که در بدخشان است مستقیما با چین وصل بسازیم و ما بتانیم یک 4 راه ترانزیت باشیم برای چین. چین بتانه از طریق افغانستان، از طریق جاده واخان یا از طریق کوریدور واخان به کشور ایران و به کشورهای عربی و به تمام جهان وصل باشه. آگاهان هم مراودات اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه چین را حیاتی دانسته، اما تنها راهکار برای خودکفایی اقتصادی را افزایش میزان صادرات میدانند. بنابراین در بازارهای چین تقاضای بالقوه، خصوصا در بحث محصولات زراعتی افغانستان و میوه خشک افغانستان وجود دارد. اگر بتانیم با میکانیزه ساختن سکتور زراعت محصولات زراعتی را به لحاظ کمی افزایش بدیم و این مسئله باعث افزایش صادرات به کشور چین میشه و قطعا در قسمت انکشاف اقتصادی میتونه که ما را کمک کنه. با این حال میزان صادرات چین به افغانستان پس از سقوط دولت پیشین 54% افزایش داشته است. جانب افغانستان نیز از افزایش 52% صادرات به این کشور خبر داده. باشندگان کابل خواهان تداوم پروسه جمع‌آوری معتادان هستند و میگویند همه آنان باید از نقاط مختلف شهر جمع‌آوری شوند. به دنبال جمع‌آوری معتادان از پل سوخته آنان در نقاط دیگر پراکنده شدند. مسئولان اما میگویند روند جمع‌آوری درمان و آموزش حرفه برای معتادان در مراکز مختلف جریان دارد. به گفته آنان تا کنون 82,000 معتاد از سراسر کشور جمع‌آوری شده که تنها 26,000 آن از کابل بودند. گسترش روزافزون اعتیاد خطری که هنوز برطرف نشده و مردم نگران آن هستند. اینجا یکی از نقاط شهر کابل محل تجمع و فعالیت معتادان. آگاهان میگویند خطر افزایش شماره معتادان در کشور به خصوص در پایتخت همچنان وجود دارد. برای جلوگیری از انحرافات اجتماعی در آینده بسیار ضرور است که معتادین جمع‌آوری شود. منتها این جمع‌آوری معتادین به شکل مقطعی و تبلیغاتی نباشه، بلکه به شکل استراتژیک و دلسوزانه صورت بگیره. ایجاب میکنند که معتادین همانطور که قبلا هم جمع‌آوری شده، بعد از این هم باید در سطح در عموم شهر باید جمع‌آوری شود. اینا باید یک مکان مشخص تعیین شود که بتونن اینا در زمینه تداوی و اینا را وارد عرصه‌های مختلف اجتماعی بسازند. مسئولان اما تاکید میکنند تا آخرین فرد معتاد پروسه جمع‌آوری، درمان و آموزش آنان در مراکز مختلف ادامه خواهد یافت. امارت اسلامی افغانستان بنا به حکم عالی قدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله و تصمیم مستقیم وزارت محترم امور داخله و احساس کردن مسئولیت وزارت محترم کار و وزارت صحت، ما توانستیم تا به حال 82,000 نفر معتاد جمع‌آوری کنیم. لحاظا ما برای تمام افغانستان، حتی ما تصمیم داریم که یک معتاد هم بی علاج، بی دوا، بی وظیفه و بی آموزش فنی و حرفه‌ای باقی نماند. مردمای ما که معتاد شده بودن، انجینرهای فوق‌العاده را داشتیم که با فهم و با استعداد مردم بودن. نظر ما هی هستن که و بالخصوص امارات کلانه امارات ما
که امید دوستای را جمع کنن برای از اونا زمینه تحصیل و درس جور کنن، این بهترین است. با گفته مسئولان نزدیک به 5 میلیون فرد معتاد در کشور وجود دارد. از این میان تا کنون تنها 82 هزار تنی آنان جمع آوری شدند. در یک سالگی جنگ اوکراین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه خواهان پایان جنگ و خروج سربازان روسیه از اوکراین شد. 141 کشور به این قطعنامه رأی مثبت، 32 کشور رأی ممتنع و 7 کشور از جمله روسیه به آن رأی منفی دادند. همزمان وزارت خارجه چین طرح 12 ماده‌ای را برای پایان جنگ اوکراین همگانی کرد. حمله نظامی روسیه به اوکراین یک ساله شد، اما آتش جنگ در شهر باخمود در شرق اوکراین همچنان شعله‌ور است. شهری که نیروهای اوکراینی آن را جهنم روی زمین توصیف کرده. کیلومترها دورتر از اینجا و در یک سالگی جنگ اوکراین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه خواستار پایان جنگ و خروج نیروهای روسیه از اوکراین شد. 141 کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند، 32 کشور رای ممتنع و 7 کشور از جمله روسیه به آن رای منفی دادند. هرچند این قطعنامه از نظر قانونی الزام آور و عملی نیست، اما در میدان سیاست نتایج آن به طرف اوکراین سنگینی می کند. 141 کشور. یک سال پس از تهاجم گسترده غیرقانونی و غیرقانونی روسیه به اوکراین، جایی که کشورهای جهان ایستادند، ما نشان دادیم در کنار اوکراین ایستاده ایم. رأی روشن بود. 141 کشور به ارتقا و حمایت از منشور سازمان ملل رأی دادند. تنها 7 کشور به آن رأی منفی دادند. همزمان وزارت خارجه چین طرح 12 ماده‌ای برای پایان جنگ اوکراین را همگانی کرد. در این طرح بر آغاز گفتگوهای صلح میان مسکو و کیف، آتش بس، پایان تحریم‌های غرب علیه روسیه، اتخاذ تدابیر برای تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای، ایجاد گذرگاه‌های بشردوستانه برای خروج غیر نظامیان و گام‌هایی در راستای تضمین صادرات غلات تأکید شده است. سخنگوی وزارت خارجه چین هم ادعای آمریکا برای کمک تسلیحاتی به مسکو را بدنام کردن چین خواند و از آمریکا خواست برای پایان دادن به جنگ اوکراین با بیجینگ همکاری کند. موضع ما در مورد مسئله اوکراین ثابت و روشن است. ما همیشه به این باوریم که درگیری و تقابل هیچ برنده به بار نمی آورد. گفتگو و مذاکره تنها راه درست و عملی برای بیرون رفت از بحران است. از طرفی وزارت دفاع روسیه در بیانیه مدعی شده که اوکراین برای حمله به ترانسنستریای مولداوی آمادگی می‌گیرد و تهدید علیه نیروهای صلح‌بان روس در آن جمهوری ایجاد کرده است. سربازان اوکراینی هم گفته 90 حمله سربازان روس را در شرق و شمال این کشور دفع کرده است. با این همه مشخص نیست چه زمان جنگ اوکراین پایان خواهد یافت، اما آنچه مشخص است حمایت‌های تسلیحاتی غرب به کیف آتش جنگ را شعله‌ورتر می‌کند. و حالا هم پیش‌بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل بارندگی 10-2، بامیان بارندگی 5-5، جلال آباد ابری 19-10، غزنی بارندگی 10-1، قندهار نیم ابری 25-8. قندوز بارندگی 12-4، لشکرگاه آفتابی 26-9، مزار شریف بارندگی 10-5، نیلی بارندگی 8-1، هرات نیم ابری 12-2. اسلام آباد نیم ابری 23-13، تهران آفتابی 12-5، دبی آفتابی 31-21، دهلی آفتابی 30-15 و مکه آفتابی 33-19.
در پایان مرور دوباره به سرخط خبرها. تأکید ملا محمد یعقوب مجاهد بر اطاعت آگاهانه از رهبران و مسئولان. سرپرست وزارت دفاع میگوید نباید کورکورانه از کسی اطاعت شود. برگزاری مراسم عروسی دست جمعی 30 زوج در کابل. شهروندان بر ترویج بیشتر فرهنگ عروسی دست جمعی در کشور تأکید کردند. برگزاری محافل باید الگو باشد برای همه خانواده ها و مخصوصا مثلا جوانان عزیز. و صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد جنگ اوکراین. این قطعنامه خواستار پایان جنگ و خروج سربازان روسی از اوکراین شده است. ما نشان دادیم در کنار اوکراین ساده ایم. رای روشن بود. 141 کشور به ارتقا و حمایت از منشور سازمان ملل رای دادند. تنها 7 کشور به آن رای منفی دادند. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر.